درود بر شما، خواهش میکنم که شبکه خودتون رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. ده تا از عجیبترین و خطرناکترین مارهای جهان. در این بخش از مقالات گردشگری حیات وحش به سراغ سمی‌ترین مارهای جهان رفته و آنها را معرفی میکنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا در مورد سمی‌ترین مارهای دنیا اطلاعات بیشتری کسب کنیم. شکی نیست که هرگاه اسمی از نیش، سم یا زهر می آید، یکی از اولین چیزهایی که به یاد می آوریم مارها هستند. خزندگان خورسردی که تا کنون 3400 گونه از آنها شناسایی شده است و تقریبا در اکثر نقاط کره زمین یافت می شوند. اکثر مارها زهر ندارند و سمی نیستند. همچنین دسته سمی و زهرآگین مارها اغلب اوقات از زهر خود برای شکار طعمه استفاده می کنند. تا این دفاع شخصی در این مقاله در راستای گردشگری حیات وحش، نوع و مکان زندگی و سمی ترین مارهای کره زمین را بررسی خواهیم کرد. ارتباط این مقاله با گردشگری حیات وحش چیست؟ انگامی که نام حوزه گردشگری حیات وحش به میان می آید، غالبا فکر به سمت و سوی سفر کردن به منظور مشاهده گونه های مختلف حیوانات سوق پیدا می کند. درست است که این تعریف کاملا صحیح است، اما تمام بخش های گردشگری حیات وحش تنها به این تعریف ختم نمی شود. قطعا شناخت خطرات، مقصد گردشگری ما به همان اندازه مهم است که شناخت جاذبه های آن اهمیت دارد. این مسئله در حوزه حیات وحش هم اهمیت خود را حفظ می کند. شناخت گونه های حیات وحش خطرناک در یک منطقه و خودداری از مواجهه شدن با آنها دقیقاً به هم اندازه هم مهم هستند که مشاهده گونه ها اهمیت دارند. در مقالات اینچنینی از گردشگری حیات وحش مقصود این است که بدانیم گونه های خطرناک مناطق مختلف کره زمین کدامند و در سفرهای گردشگری حیات وحش مراقب باشیم که کدام حیوان بیشتر خطرناک است. در ادامه با لیست سمی ترین مارهای دنیا آشنا می شوید. شماره 10. این امکان وجود دارد که شما به نحوی با این مارهای آبی آشنایی داشته باشید. این گونه از مارها نه تنها کمیاب نبوده، بلکه کاملا معمول و متداولند، به نحوی که شاید تا به حال یکی از آنها را از نزدیک دیده باشید. این گونه از مارها با طرح راه بدنشان شناخته می شوند و معمولا علاقه و تمایلی به درگیری با سایر موجودات ندارند. اگر احساس خطر کنند گاز می گیرند. 3 مورد از هر 4 مورد گاز گرفتن این مار بی خطر است، چرا که تنها 1/4 این مارها سمی‌اند، اما همان 1/4 که زهرآگین هستند سمی‌ترین مارهای جهان شناخته می‌شوند، زیرا بیشتری میزان زهر را دارند. چند میلی گرم از سم این مار کافی است تا هزاران نفر را از پای در بیاورد. قطعا این مار سمی‌ترین مار جهان است، اما زیاد هم نگران نباشید. به لطف رفتار نسبتا آرامشان و اینکه تنها 1/4 از این مارها سمی‌اند، احتمال خطر اندک است. به یاد داشته باشید که این گونه از مارها در اقصی نقاط جهان یافت می‌شوند، پس ظاهر آنها را به خاطر داشته باشید و سعی کنید که در مواجهه با آنها به هیچ وجه یک تهدید محسوب نشوید. شماره 9. هنگامی که به سمی‌ترین مارهای کره زمین فکر می‌کنید، بیشک نام مار زنگی به ذهنتان خطور خواهد کرد. این گونه از مارها در سراسر قاره آمریکا به فراوانی یافت می‌شوند و در اصل نوعی افعی هستند. بدیهی است که نام این گونه از مارها به دلیل وجود قطعی زنگوله مانند در انتهای دمشان است که صدای خاص و متمایزی تولید می‌کند. مار زنگی خود به گونه‌های مختلف تقسیم می‌شود که گاز گرفتن یا به اصطلاح نیش تمام گونه‌های آن احتمالاً منجر به مرگ می‌شود. همچنین زهر این مارها توانایی آسیب شدید به اعضای بدن را دارد و حتی ممکن است باعث از دست رفتن دائمی عضو بدن شود. گونه خاص از مار زنگی که مار زنگی پشت الماسی نام دارد، سمی ترین مار زنگی است. شماره 8.
دد ادر بیشتر از بقیه مناطق در استرالیا یافت می شود. این گونه از مارها شدیداً سمی بوده و زهر آنها می تواند منجر به فلج شدن، ایست تنفسی و مرگ در عرض 6 ساعت شود. با درمان و رسیدگی سریع به نیش این مار می توانند مرگ و آسیب‌های جدی دیگر جلوگیری کرد، اما بدون درمان حدود 50% از گزیدگی‌ها منجر به مرگ خواهد شد. جالب است بدانی که این گونه از مارها گاهن مارهای دیگر را هم شکار می کنند. شماره 7. در حالی که زهر تایپان خاکی در مقایسه با مار آبی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، اما با این حال بسیار احمقانه خواهد بود اگر قدرت کشندگی تایپان را دست کم بگیریم. میزان زهری که در یک گاز گرفتن این مار مصرف می شود 100 نفر را از پای در می آورد. با این حال نگران نباشید، تایپان ها معمولا از درگیری با انسان ها خودداری می کنند و احتمال برخورد با این گونه مارها و مورد حمله قرار گرفتن توسط آنها بسیار کم خواهد بود، اما با این وجود همچنان این مارها را جدی بگیرید. شماره 6. این گونه از مارها جزء آن دسته از مارهای قرار می‌گیرند که همیشه تهاجمی عمل می‌کنند و هیچ وجه آرام نیستند. این گونه از مارها بیشتر در استرالیا یافت می‌شوند. این نکته را همیشه مد نظر داشته باشید که مارهای استرن براون تنها در نقاط دورافتاده زندگی نمی‌کنند، بلکه می‌توان آنها را در شهرها و در میان جمعیت و شلوغی نیز یافت. اگر این مار کسی را به عنوان تهدید ببیند، او را تا خارج از محدوده خودش تعقیب خواهد کرد و اگر مار از امنیت خودش اطمینان حاصل نداشته باشد، نیش می‌زند. اگر کار به آنجا کشیده شد، مار در طول یک حمله خود چند بار هدف خود را گاز می‌گیرد. کمتر از نصف این مارها سمی هستند، اما زهر گونه‌های سمی آن موجب فلج شدن یا مرگ می‌شود. مارهای استمبران را می‌توان به دلیل نزدیکی بیش از حدشان به جمعیت و مردم، همچنین تهاجمی بودن بیش از حدشان، خطر خطرناکترین مارهای جهان دانست. شماره 5. بلوکرایت. این گونه از مارها شاید شناخته شده و مشهور نباشند، اما بد نیست بدانید که زهر آن 16 برابر مار کبرا قوی تر است و پادزهر خاص و مشخصی هم برای زهر این گونه مار وجود ندارد که همین مسئله این مار را به یکی از تهدیدهای خطرناک تبدیل می کند. اما خوشبختانه از سوی دیگر این گونه از مارها تمایلی به درگیری و تهاجم بودن ندارند و بیشتر شبها بیرون می آیند که همین مسئله عدم رودررویی با آنها را افزایش می دهد. شماره 4. مامبای سیاه اغلب در آفریقا یافت می شود. مقدار زهری که از یک بار گاز گرفتن مامبای سیاه خارج می شود قادر است تا 10 نفر را از پای در بیاورد. مامبای سیاه سرعتی معادل 20 کیلومتر بر ساعت دارد که همین ویژگی این مار را به سریع ترین مار جهان تبدیل می کند. مامبای سیاه نیز همچون مار استرن براون در یک بار حمله به دفعات گاز می گیرد و اگر درمان و رسیدگی صورت نگیرد، نتیجه 100% مرگ خواهد بود. علت نامگذاری این مار به دلیل رنگ کاملا مشکی داخل دهانش است. شماره 3. مار ببری از مارهای بومی استرالیا به شمار می آید و تشخیص دادن آنها به دلیل رنگ مشکی و زردشان بسیار آسان است. گاز گرفتن یا به اصطلاح نیش زدن این مار بسیار دقیق است و زهر آن هم بسیار قوی. اگر پس از گزیدگی تا مدت 45 دقیقه درمان و رسیدگی صورت نگیرد، نتیجه به مرگ ختم خواهد شد. شماره 2. مارهای کبرای فیلیپینی به علت گردن پهنشان به سادگی قابل تشخیص هستند. در حالی که ظاهر مار کبرا ترسناک است و وحشت بسیار زیادی ایجاد می کند، اما اکثر مارهای کبرا آنقدری سمی نیستند که بتوانند جایگاهی در لیست ما پیدا کنند، اما کبرای فیلیپینی می تواند. کبرای فیلیپینی بسیار مار خطرناکی خواهد بود. زهر این مار بسیار قوی و کشنده است و خطر اصلی از جایی آغاز می شود که متوجه می شویم این مار به هیچ وجه لازم نیست برای حمله نیش بزند. تنها کاری که لازم است انجام دهد پاشیدن زهر خود به طرف هدف است. درست است، کبرای فیلیپینی می تواند زهرش را به سمت هدف یا تومه بپاشد و قادر است این کار را در فاصله 3 متری هم انجام دهد و همچنان زهر به هدف اصابت کند. زهر این مار می تواند موجب فلج شدن بشود و پس از 30 دقیقه منجر به مرگ خواهد شد. شماره 1.
مار جعفری که در اصطلاح به مار افعی فلس ارعی هم معروف است، معمولاً در شرق دور و خاورمیانه یافت می شود و معمولاً در تاریکی زندگی می کند. خطر اصلی در مورد این خزندگی مرگبار این است که زهر آن بسیار دیر و آهسته اثر می کند و همین دلیل ممکن است فرد گزیده شده به دنبال درمان نرود. رسیدگی و درمان صحیح می تواند از مرگ در اثر زهر این مار جلوگیری کند، اما در صورتی که درمان انجام نشود، شخص گزیده شده به صورت کاملا آهسته و دردناک در طول 2 یا 4 هفته جان خود را از دست می دهد. بیاد داشته باشید که مارهای جعفری در ایران هم وجود دارند و حتما خطر آنها را جدی بگیرید. حال شما خطرناکترین و سمیترین مارهای جهان را می شناسید. بعضی از آنها همانند مار بلو بسیار آرام هستند و دوری از آنها بسیار ساده و آسان خواهد بود، در حالی که بعضی دیگر همانند مار استرنگراند بسیار تهاجمی هستند، تا حدی که ممکن است در وسط یک شهر شلوغ به سراغ شما بیایند و تهاجمی عمل کنند. بعضی از مارها به دلیل سرعت زیاد و تهاجمی بودنشان خطرناکند. بعضی دیگر به خاطر فراوانی و شایع بودنشان خطرناکند و بعضی دیگر هم به دلیل کشنده بودن زهرشان. همانطور که دیدید، اکثریت مارها تهاجمی نیستند و اگر کاری با آنها نداشته باشیم و یک تهدید برایشان محسوب نشویم، با انسان کاری نخواهند داشت و حمله نخواهند کرد و حتی در صورت حمله مارها و گزیده شدن، با رسیدگی و درمان به موقع می توان از خطرهای جدی جان سالم به در برد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید اونو لایک کنید و به اشتراک بذارید. شبکه ایرانیان امریکا همراه شماست.